امروز برابر است با یکی از روزهای فراموش ناشدنی برای من و هم نسلانم. از فرارسیدن نوروز باستانی تا مهمان نوازی قسیم ابراهیمی، یماس یواش برای هر شهروند افغانستان نام آشنا و دوست صمیمی بود. مردم برای دوست داشتن یماس یواش بهانه های زیادی داشتند. یکی حرف او را دوست داشت، یکی هم طرز لباس پوشیدنش را. او صدای مردم بود و صدای مردم را به شکل پرسش مطرح میکرد و سیاستمداران خوب آلود را از خواب بیدار میکرد. قسیم جان یک ویژگی دارد. درست یک سال قبل از امروز، عبده اقرب، حوالی ساعت 7:45 دقیقه بامداد، موتر حامل یماس یواش، خبرنگار مطرح افغانستان، با دو تن از همکارانش که قصد رفتن به بانک مرکزی را داشتند، در سایه مکریان چهارم به اثر انفجار یک ماین از قبل جاسازی شده، با دو تن از همکارانش به شهادت رسید. جلب توجه میکنند. مثلا در یک خوراک فروشی ویترین وجود دارد. امروز تعداد زیاد هموطنانمان در سراسر دنیا از اولین سالگرد شهادت یماس یواش در صفحات اجتماعی یاد بود و به حقش دعا کردند و او را یک جوان نخبه توانا در عرصه خبرنگاری نوین می دانند. و همچنان امروز بکتاش سیاوش، برادر بزرگ یماس یواش، نیز در برگه فیسبوکش به یاد بود از یماس یواش و از خودشان تصاویر به دست نشر سپردند. ما سالگرد شهادت یماجان نازنین مبارکباد میگم. خیلی جای پریشانی است که یک سال از شهادتش میگذره و تا امروز منبع پیدا نشد که پاسخگو باشه و دولت قبلی هم سرنگون شد و یما دمی روز یک سال قبل با دو تن از همکارایش به شهادت رسیدن. خیلی جای تأسف است و بازم تسلیت عرض میکنم بر فامیلای تمام شهدا و از یما پرسان کردین. یما نمادی از صداقت، نمادی از اسلامیت، نمادی از شخصیت، نمادی از جوانی، نمادی از تازگی، نمادی از دوستی، نمادی از علمیت، نمادی از دانش، نمادی از ترقی، نمادی از افغانستان نوین. یکی از چیزهای یما که بسیار زیاد مشهور است و خوش دوستان می، خوش ما می، خوش دوستایی که میبینن ما، سرخط خبر است. سرخط خبر که مثلا هر چیزی را که میخوای که بگویا اول برزو یک شعر میگه. بله، مثلا یکی از شعرهایش است مدامیجا نوشته کردیم. قصه های مجردی احمد پوپل در سایت پرجم و جوش گوگل. یک عطر بسیار زیاد خوشبو داشت. یما یک سلیقه بسیار زیاد عالی داشت. یما یک شخصیت بسیار زیاد عالی داشت. یما یک جوانمردی بسیار زیاد خوب داشت. یما یک پریزگاری بسیار زیاد خوب داشت و همیشه صمیمی بود، با ما دوست بود، خصوصا در برنامه‌ای که خودم می بودم همیشه باشون صحبت می کردم. ما دیشب هم یک چتی که کرده بودیم در مسنجر دیدم که وقت نبود بر شما روان می کردم. یک بار در 2015 در تمیز بر سال نو یک پروگرام داشتیم. جایشون انشالله بهشت برین است و بازم شهادتت مبارک باد و تسلیت برای تمام خانواده شهدا عرض میکنم. ما خودم اجبای یما را از نزدیک ندیدیم، ولی زمانی که یما در تلونیوز کار میکرد اونبارا برنامه هایش خبرهایش